با توجه به پیشیدگی های صحنه سیاسی عراق و فروپاشی بی سابقه سازمان های تروریستی در این کشور مشکلات جدیدی در این میان به وجود آمده که از جمله آن تأسیس اقلیم ها و استقلال طلبی بعضی از مناطق است که در نتیجه آن تغییرات جدیدی در روابط نیروهای سیاسی عراق دیده می شود. بدین سبب مؤسسه فرهنگی رسانهی النبع همایش خود را با عنوان روابط نیروهای سیاسی عراق در پرتوی دستاوردهای فعلی به بررسی این موزل اختصاص داد. این همایش با مشارکت تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی از شخصتهای حقوقی، دانشگاهی، رسانه و مطبوعاتی در مقر مؤسسه فرهنگی رسانه النبع برگزار شد. دکتر حسین احمد رئیس گروه مطالعات بین المللی در مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه کربلا و محقق مرکز مطالعات استراتژیک الفرات با ریشه یابی این مشکل و بیان رخدادهای سیاسی چند سال اخیر کشور عراق در این زمینه گفت کشور عراق پس از تحول و تغییر سیاسی در سال 2003 میلادی با کسرتگرایی سیاسی مواجه بود که منجر به چند حزبی شدن صحنه سیاسی شد. این موضوع بیش از حد با هدف تحول دموکراتیک و گذر به یک نظام سیاسی دموکراتیک همتراز شد. بنابراین تعداد زیادی از احزاب سیاسی احزاب تازه تأسیس را از نظر اهمیت و عمق و گسترش متفاوت یافتند. احزابی که در قرن گذشته در داخل عراق تأسیس شدند از جمله آنان بودند که در نتیجه مجبور به ترک عراق و فعالیت در خارج از کشور شدند و برخی از آنها بعد از تغییرات سیاسی دوباره فعالیت‌های خود را در داخل عراق آغاز کردند.